سلام خوش اومدید به کلاس درس میخوام یک سوال دیگه با هم حل بکنیم از مبحث استکاک و این سوال هم سوال ساده اما خیلی آموزنده هست و همه ای مطالبی که یاد گرفتیم با هم رو در اون مرور میکنیم من بخشی از سوال رو آوردم بخش دیگر رو نوشتم گفته یک جرم ده کیلوگرمی رو داریم میکشیم و ضریب استکاک سطح با جسم ضریب استکاک جنبشی هست دو دهم ده هم. زریب استکاک ایستایی هست چهار دهم ده بعد از ما پرسیده که جسم رو اول از همه با نیروی 20 نیوتن میکشیم از این 20 نیوتن هست و گفته که آیا صندوق یا این جسم شروع به حرکت میکنه در این صورت در این حالت نیروی استکاک بین صندوق و سطح چقدره پس میخوایم اول ببینیم آیا اصلا با نیروی 20 نیوتن این صندوق ما حرکت میکنه یا نه خب من مطمئنم که یادتون هست که برای اینکه یک جرم حرکت بکنه روی یک سطح لازم داشتیم که نیرویی که در این جهت داریم وارد میکنیم یعنی این F بزرگتر بشه از نیروی استکاک ایستایی حد اکثر یعنی از اون حد اکثر نیروی استکاک ایستایی که بر جرم میتونه وارد بشه بیشتر بشه در این صورت جرم شروع میکنه به حرکت کردن خب پس من لازم دارم که این حد اکثر نیروی استکاک ایستایی رو حساب بکنم بعد ببینم آیا 20 نیوتن از اون بیشتر هست یا نه پس من می نویسم اینجا الف F S ماکسیموم مساوی هست با میو کی ببخشید میو S ضرب در از بذارید من اینو تمیز بنویسم میو S ضرب در نیروی عمودی تکیهگاهی که بر این جرم وارد میشه خب من دیگه نمیخوام با قانون دوم نیوتون حساب بکنم این نیروی عمودی تکیهگاه رو چون چندین و چند بار تا حالا این کار رو کردم و مطمئنم شما میدونید که این نیروی عمودی تکیگاه یعنی N طبق قانون دوم نیوتون دقیقا برابر هست با این نیروی W اندازش که اون هم هست M بنابراین نیروی عمودی تکگاه اندازش رو من میتونم از این MJ به دست بیارم جهتش هم که عمود بر سطح هست و بنابراین این نیروی عمودی تکگاه مساوی میشه با MJ در نتیجه FS Max مساوی میشه با 4 دهم یعنی نیروی استقاک ایستایی ضرب داره MJ M هم که هست 10 کیلوگرم J رو هم ما فرض میکنیم هست 10 متر بر مجذور ثانیه وقتی که بهتون هیچی نمیگن میتونید فرض بکنید که هست ده و نه نه هشته هم و در نتیجه اس مکس یعنی حد اکثر نیروی که ایستایی میشه چهل نیوتون بنابراین من اگر نیروی کمتر از چهل نیوتون به این جرم وارد بکنم نمیتونم حرکتش بدم چون نیروی استکاک ایستایی حد اکثرش بزرگتر خواهد بود از اون نیرویی که من دارم وارد میکنم و من نمیتونم اون رو حرکت بدم بنابراین این جسم حرکت نمیکنه پس حرکت نمیکند خب حالا گفته که نیروی استکاک بین صندوق و سطح چقدره این اشتباهیه که خیلی از دانش آموزا مرتکب میشن و اونم اینه که میگن هست چهل نیوتون نه اینطور نیست چرا نیست برای اینکه من یک نیروی استقاق الان اینجا دارم که اسمش رو میذارم مثلا اف در این صورت طبق قانون دوم نیوتون من لازم دارم که نیرویی که من الان دارم وارد میکنم به علاوه نیروی استکاک ایستایی که وارد وارد میشه برایندشون باشه صفر چرا چون شتاب نداریم در نتیجه ام مساوی هست با صفر بنابراین من این شرط رو لازم دارم و از این نتیجه میگیرم که اف اس یعنی نیروی استکاک ایستایی برابر هست با منفی اون نیرویی که من دارم وارد میکنم بنابراین به این دقت بکنید که نیروی استکاک ایستایی تا قبل از حرکت دقیقا برابر هست با اون نیرویی که من دارم وارد میکنم و نمیتونم حرکتش بدم و حد اکثر برابر با اون نیروی چهل نیوتونی میشه که ما حساب کردیم اینجا نیروی که ایستایی میشه منفی 20 نیوتون یعنی 20 نیوتون در راستای عکس محور x ها این از قسمت الف حالا میتونیم بریم سراغ قسمت ب چی گفته به ما قسمت ب گفته نیروی وارد بر صندوق میکنیم 60 نیوتن این بار بعد گفته آیا حالا حرکت میکنه یا نه البته اینو نگفته ولی طبعا مد نظرش بوده و پرسیده که در این حالت نیروی استکاک چقدره و شتاب حرکت صندوق رو در این حالت حساب بکنید خب دیگه این برای شما قطعا سوال سختی نیست چرا چون شما الان قانون دوم نیوتن رو بلد هستید اول از همه آیا جسم حرکت میکنه بله چون 60 نیوتن بزرگتر هست از این حد اکثر نیروی استکاک ایستایی و بنابراین جسم من حرکت میکنه سانیان من میدونم که برایند نیروهای وارد بر جسم یعنی F مساوی هست با M ضرب در شتاب پس من اینو می نویسم F نت دوباره یعنی برایند و از این نتیجه می گیرم که این نیرویی که من وارد میکنم یعنی 60 نیوتون به علاوه نیروی استکاک جنبشی که داره جسم رو حرکت میده مساوی هست با جرم یعنی 10 کیلوگرم ضرب در شتاب حالا من اگر بخوام شتاب رو به دست بیارم لازم دارم که نیروی استکاک رو به دست بیارم همینطور که سوال همون رو از من پرسیده پس بذارید بریم سراغ محاسبه نیروی استکاک که باز هم من رو تکرار میکنم ما برای محاسبه نیروی استکاک یک فرمول بیشتر بلد نیستیم و اونم اینه که برابر هست با ضریب استکاک جنبشی ضرب در نیروی عمود بر سطح که این مساوی میشه با دو دهم ده ضرب در 10 کیلوگرم ضرب در ده متر بر مجزور ثانیه اینو همین الان گفتم ولی بذارید مرور کنم این قسمت هست نیروی عمود بر تکیهگاه که مساوی هست با ام ج اون چیزی که اینجا نشون دادیم و بنابراین نیروی استکاک ایستایی مساوی میشه با 20 نیوتون پس این میشه نیروی استکاک در این حالت و بعد من میتونم به راحتی شتاب رو حساب بکنم چون وقتی که 60 نیوتون رو به علاوه این 20 نیوتن اما در این راستا بکنم در حقیقت باید از 20 نیوتن را ازش کم بکنم نتیجه میگیرم که 40 نیوتن مساوی میشه با 10 کیلوگرم ضرب در شتاب و بنابراین شتاب مساوی میشه با 40 تقسیم بر 10 یعنی 4 متر بر مجذور ثانیه یک بار دیگه این قسمت رو فقط دقت بکنید من اینو همیشه تکرار میکنم اما به نظرم ارزشش رو داره نیروی استکاکی من به دست آوردم هست 20 نیوتن جهتش در این راستا هست یعنی در راستای عکس محور ایکس ها. و بنابراین جمع برداری این نیروی 60 نیوتونی و این نیروی 20 نیوتونی میشه یک نیروی 40 نیوتونی در همین راستای مثبت محور ایکس ها چون باید اونها رو عملا از هم کم بکنم و بنابراین شتاب در راستای مثبت محور ایکس ها و برابر چهار متر بر مجدور ثانیه خواهد بود.